يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اے هغو کسانو چې ایمان یې راوړی دی، بی شکه همدا خبره ده چې شراب او قمار او بتان او دفال غشی پلید دی، د شیطان لکړنو دی. نو تاسو له دې نه ځان وساتئ، د دې لپاره چې تاسو بریمن شئ. برنامه آگاهی عامه و ایجاد کمیته ها در رابطه با محو مزارع کوکنار و تطبیق فرامین امیرالمؤمنین حفظه الله در پیوند به مبارزه با مواد مخدر در تمام ولایات کشور آغاز گردید. مل پاسوال مولوی اسیب الله احمدی، رئیس دفتر معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر و هیئت همراهش با قاری بختیار معاذ، والی میدان وردک، قماندان امنیه، رؤسای ولایتی، ولسوالان، علما و متنفذین قومی آن ولایت جهت آگاهی عامه و ایجاد کمیته ها در پیوند به مبارزه با مواد مخدر دیدار نموده و این برنامه را در این ولایت آغاز نمودند. بسم الله الرحمن الرحیم. په هیواد کې د کوکنار و د کښت د ممنوعیت په هکله د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله فرمان ټولو هیوادوالو ته خبر ورکول کیږي چې د دغه فرمان د صدور د نیټې څخه وروسته په افغانستان کې د کوکنارو کښت په مطلق ډول ممنوع دی. تر دې وروسته به هیڅوک پر خپلو ځمکو باندې کوکنار نه کری. که هر چا کوکنار وکرل نو کښت به یې له منځه وړل کیږي او په خپله به د شرعي چلند سره مخ کیږي. همدارنګه په ټول هیواد کې د نشه یي موادو د ټولو ډولونو لکه شراب، هیروین، شیشه، تابلیتکا، چرس او د نورو ټولو نشه کوونکو شیانو استعمال، انتقال، خرڅلاو، تجارت، واردات او صادرات او د نشه یي توکو د تولید کارخونې ممنوع دي. که هر چا د دغه فرمان د حکمونو څخه سرغړونه وکړه، د اسلامي امارت عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي کیږي. اسلامی امارت په خپل ولس باندې شفقت لري، ترحم لري او د بلې خواهې چا ته اجازه نه ورکوي چې د نشه یي توکو کښت ترسره کړي. هغه که مسؤول وي، هغه که قاچاقبر وي، که هر څوک وي، نو مو د تاسو ته چې کوم تکلیف درکړی، تاسو نورو قومي مخورو علماو د سیمې اوسیدونکو ته خبر ورکوي، پوهاوی ورکوي چې نشه یي توکي زموږ په ګټه نه دي. او هر مشر او مسئول د کورنۍ مسؤلیت لري چې خپل کشانو ته توجه وکړي، د هغې سالمه روزنه وکړي تر څو په نشو باندې روږدي نه شي. همچنان والی ولایت میدان وردک در پیوند به موضوع صحبت نموده و اطمینان داد به هیچ فردی اجازه کشت مزارع کوکنار را نخواهند داد. موږ او تاسو ته معلومیږي چې دغه نشه یي موادو کې څومره تاوان او څومره مشکلات دي وینو موږ او تاسې. الله رب العزت په قرآن عظیم الشان کې وایي چې ما په ښه شکل باندې انسان پیدا کړی، ولقد کرمنا بني آدم، ما انسان ته معزز کړی مې دا، عزتمن کړی مې دا. خو بدبختانه چې په دغه نشه یي توکو باندې اخته سي، بیا نو د ده څخه ککړ او هغه انسانیت، هغه مسلمانی او اسلامیت خلا پریده چې هغه انسانیت شرموي. او بیا د موږ او تاسې هیوادوال چې په کوم کور کې دغه یو عذاب به ورته ووایم، چې څوک په کوم کور کې دغه کس، یعنی یو کس په دې نشه یي توکو باندې مبتلا شي، ټول فامیل، ټول خاندان، بلکې ټول قریه ولسوالۍ ورسره په عذاب وي. آقای احمدی و هیئت همراهش در ادامه سفر ولایتیش
به ولایت های پروان و کاپیسا سفر نموده تا یه نشستی با مسئولین آن ولایت فرامین امیرالمؤمنین حفظه الله را در مورد مجازات تعیین شده در رابطه با کشت، قاچاق، استعمال و فروش مواد مخدر به آنان بیان نمود. زمو استاسو د مشانو مخورو څخه د هیله ده چې خپل ولسونه ته په هوای ورکي چې څوک نشئی توکي ونه کړي او څوک قاچاق ونه کړي. که بیا هم څوک دغه عمل ترسره کوي نو د هغوی مخنیوی وکړي. خپل ځوانان، خپل کشران متوجه کړي او د مسؤلیت په لحاظ باندې د هغوی سالمه روزنه وکړي تر څو په نشئی توکي باندې روږدې نه شي. په هغوی تعلیم وکړي، مدرسو ته یې ولیږئ، مساجدو ته یې ولیږئ، مکاتبو ته یې ولیږئ. الحاج محمد عثمان ترابی، قماندان امنیه ولایت کاپیسا، در این دیدار صحبت نموده اطمینان داد که نیروهای پلیس شبانه روزی جهت تامین امنیت و محو مزارع کوکنار تلاش نموده‌اند و به کسی اجازه کشت و قاچاق مواد مخدر را نخواهد داد. زمان امیرالمومنین حفظه الله یو فرمان صادر کرده، منګې په سر سترګو باندې منلی دی او منوی، کوشش هم کړی دی او کوي. کوم مدیریت چې دلته موږ سره دی د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت، هغه د وزارت داخلي مربوطه راځي. موږ هر وخت کې شپې او د ورځې د هغوی سره هماهنګي کړې ده، همکاري هم کړې ده، او د لرې لرې معتادین یا هغه خلک چې هغه په نشئی توکو باندې روک دي نو هغه هم د دوی سره د مجاهدینو پرمټ نیولی راوستي، څنګه چې هغوی خپله خبره تاسو ته ذکر کړله تر تاسو هم در رسولي. الحمدلله بیا هم وایو تاسو ته اطمینان او ډاډ درکو د ټول کاپیسا ولایت په نمایندګۍ چې انشاءالله دغه زموږ د فایدې لپاره خبره ده، دا د افغانستان د ځوانانو د فایدې لپاره ده. موږ به هیڅ قسمه غفلت او سستی په دغه اړه باندې نه کوو. همچنان رئیس دفتر معینیت مبارزه با مواد مخدر و هیئت همراهش به ولایت پنجشیر سفر کرده تا یه نشستی با محمد آقا حکیم والی و مسئولین آن ولایت دیدار کرده و در رابطه با محو و قاچاق مواد مخدر صحبت نمود. برادرای محترم، مواد مخدر بنا پی کشور و بنا پی جوانای ما و شما نیستن. شما فهم های مرا و فرمان علی خضر امیر المؤمنین حفظه الله برای دیگر هموطنای پنجشیر ولایت پنجشیر ما برسانین، برای جوانای ولایت پنجشیر برسانین که یک عمل ناروا و نامشروع هستند. کدرا جوانای ما را از بین میبره و میکشن. والی ولایت پنجشیر در این مراسم گفت کشت کوکنار در این ولایت به صفر رسیده و نیروهای امنیتی به هیچ شخصی اجازه کشت و قاچاق مواد مخدر را نخواهد داد. این موضوع منع کشت مواد مخدر که دین ما مواد مخدر را حرام کرده و نظام ما حکم رسمی صادر کرده که مواد مخدر به در جغرافی افغانستان کشتش منع است و هیچ کس نمیتونه که منع بکنه و همه مسئولینی که در این تالار وجود دارن این امر به کل ما شما متوجه است، از مقام ولایت گرفته، از قماندانی گرفته، از استخبارات گرفته تا ولسوالی و یک عسکر و مجاهد امارات اسلامی افغانستان در مقابل اینی حکم امیرالمؤمنین حفظه الله و رعاه احساس مسئولیت بکنه در هر جای و در هر جغرافی و در هر ولسوالی و در هر کنج و کنار، و اگر در سر کوه باشه و در زیر کوه باشه، در هر جایی که دیده می شود مسئولیت داریم که او را از بین ببریم و محو کنیم. قابل ذکر است که جهت آگاهی عامه و ایجاد کمیته ها در رابطه با محو مزارع کوکنار، هیئتی به ولایت نیمروز، کنر و فرانیز سفر نموده و این روند جهت تطبیق فرامین امیرالمؤمنین حفظه الله در تمام ولایات کشور ادامه خواهد داشت.